یه دو روز اخیر بعد از به هلاکت رسیدن پاسدار قاسم سلیمانی که به خبر اول رسانه های جهان تبدیل شده یکی از موضوعاتی که در رسانه های مختلف در جهان مورد بحثه اینه که قاسم سلیمانی چه بود و چرا این ضربه تا این حد برای رژیم سنگین و گران بوده ما هم خوشحالیم که در این فرصت همراه هستیم با برادر مجاهد هادی روشن روان تا در مورد جایگاه این مهره در رژیم و سوابق اون و سوابق نیروی تروریستی قدس که این پاسدار سلیمانی سرکرده اون بود بپرسیم سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر منم سلام عرض میام خدمت شما و تبریک میگرم به تمام خانواده های شهدا در ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن و بقیه جاها که در این سالیان به فرماندهی قاسم سلیمانی فرزندانشان به شهادت رسیدن درود بر شما سوال اول این هست که خامنه ای در اظهارات بسیار با سوز و گداز گفتش که در واقع قاسم سلیمانی رو چهره بین المللی رژیم معرفی کرد سوال این هست که مگه پاسور سلیمانی به غیر از مسئولیت های امنیتی و تروریستی کار دیگه هم داشته چرا بهش میگه چهره بین المللی؟ بله این همین این روزها همه دارن راجع بهش مصاحبه این صادق خرازی که قبلا سفیر رژیم در فرانسه <applause> بود و الان هم چیزه گفتش که در ایران دو تا وزیر خارج ما داشتیم یکی قاسم سلیمانی بود یکی ظریف <applause> قاسم سلیمانی در واقع در تمام کشورهایی که رژیم دخالت مستقیم داشت و حتی اونهایی که تا اندازی دخالت مستقیم نداشت ولی بنیادگرایی درش پیش می برد. وزیر خارجه رژیم در اینها بود یعنی در زمینه عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و کشورهای از این ردیف همه سفراش همگی از سپاه قدس هستند و تمام تصمیم گیری های سیاسی در اینجا با قاسم سلیمانی هستند. و اصلا ظریف و دخالت نمیداد تو دخ... دخالت نمیداد یعنی یکی از چیزهای ناراحتی های ظریف هم سر همین بود مثلا یه موردش خاطرتون باشه بله بله. که به استعفای ظریف هم منجر شد این بود که قاسم سلیمانی بدون اینکه به رئیس جمهور خبر بده و به وزیر خارجه خبر بده رفت به اسد و برداشت آورد که با خامنه ای ملاقات کنه بله, بله و بعدش در حال که روحانی توی یک من... دیگه ملاقات دیگری بود بهش خبر دادن که به اسد آمده و میخواد همین حالا با شما دیدار کنه و قاسم سلیمانی اون برداشت پرت پیش روحانی و ظریف اصلا حضور نداشت یعنی همه کاره همه کاره نه چیز بودن. بودن. که اینو به عنوان از این جهت قاسم سلیمانی در واقع بهش میگفتن که نفر دوم نظام یعنی از نظر سیاسی یکی از نفرات اصلی خامنه ای در پیش برد تروریست و بنیادگرایی در این کشورها و اداره این کشورها بود مثلا این موفق الربیعی که قبلا شما که خوب می‌شناسید در جناهی تاندو اشرف بلد بعد این که گفته بود که در واقع قدرتمندترین فرد در عراق قاسم سلیمانیه یعنی قاسم سلیمانی نه تنها فقط اداره این امور داشت بلکه این کشورها رو تحت تسلط خودش داشت به طوری که این برمی داره بشار اسد بدون اینکه مامورای امنیتیش هم خبرداروشن داروشن داره میاره تهران یعنی یک فرد همچین قدرتمندی بود که خط و خطوط بنیادگرایی رژیم و کاملا پیش می برد و از نظر سیاسی هم بسیار سعی میکردن این اون چهری قرار بدن که حتی صحبت از این بود که رئیس جمهور آینده هم که دلخواهش هست قاسم سلیمانیه تبلیغ میکردن تبلیغ میکردن بله. حالا سوابقش چه بوده این پاستا؟ به قاسم سلیمانی متولد 1335 از کرمانه این در حدود 23 سال داشت که انقلاب شد این آمد به رفت عضو سپاه پاسداران شد از همان ابتدا در صحنه جنایت درخشید و اولین اقدام تروریستی و جنایتکارانش سرکوب مردم کردستان ما بود که در مهاوات حمله کردند این بری این موضوع رفت یک طرح جدید آورد که این طرحش دیگه در سالهای بعدم هم همواره در سرکوب های رژیم به کار گرفته شد و اونم این بود که میگفتش در سرکوب مردم هر استان و هر شهر ما نباید از مردم اون شهر بری سرکوش استفاده کنیم بعد از جای دیگه ببریم, و این بنابراین این رفت از کرمان یک سری از مزدورانشو کرمان آورد و سرکوب سنگینه در مخابات و در اونجا انجام داد یعنی یکی از کارهای اساسیش بود بعد با در جنگ زده میهنی عراق این رفت فرمانده تیپ سارلا شد که بعدا این تیپ تبدیل به لشکر سارلا شد یکی از طراحان اصلی این بود که جوانان ما رو برای مین پاک کردن روی مین بفرسه و بسیاری از جوانان رو این در این مسیر به کشتن داد بعد در جریان فروغ جاویدان که این کاملا خودش اصلا تشریح میکنه که میگه من در جنوب بودم وقتی خبر رسید که مجاهدین وارد شدن ما بلا فاصله به بلا به چارزه بر آمدیم از جنوب رفتن اونجا بله نیروه به چارزه بر آوردیم خودش هم به چارزه بر میاد و بعدش در اسلام آباد علیه مجاهدین فعالیت میکنه در تمام اتفاقات و قیام های مردم ایران این نقش سرکوب داشته در قیام سال 78 که دانشگاه اونجوری سرکوب کردن و چیز کرد این بود که به خاطر همراه چند فرماندهی دیگه ولی دستش این بود به خاطر نامه نوشتن که یا باید خودت بیای پشت این سرکوب یا ما تمام ایار مردم را سرکوب خواهیم کرد و یعنی در سرکوب قیام 78 نقش اساسی داشت همینجور این در قیام 88 همین نقش رو داشت و یکی از این فرماندهان صحنه و کسی که خط و خطوط در شورای امنیت رژیم هم دنبال میکرد بری سرکوب همین جانی قاسم سلیمانی بود در رابطه با خود ما که این تمامی جنایاتی که شما شاهدش در اشرف بودید فرماندهش این بوده در این چند سال یعنی این بود که به محض این که مسئله اعتلاف و حمله و عراق چیز شد این طرح خودش رو با این طرح که ما باید به عنوان اولین کار مجاهدین رو از روی زمین برداریم حالا امروز خودش به اعلان رسید و مجاهدین سر و گلده بسیار جای جان هستند این وارد صحنه شد و تمام این مزدوران عراقی رو این به خدمت گرفت و حکومت عراق رو دست گرفت و از روز اول تمام طرح های این که مجاهدین از اونجا اخراج کنید ترهای اینکه که این چیزایی که شما با جزئیات میدونید در این ها بودن و این گروگانگیری, ها و گروگانگیری و, و اصلا صحبت تبادل بین مجاهدین با اسرای القاعده و همه اینها در دستگاه همین قاسم سلیمانی بود که فرماندهیش با قاسم سلیمانی بود که پی می گرفت و بعدش هم در سال 88 خاطرتون باشه وقتی که اون قیام در ایران شروع شده بود و مجاهدین فعال شده بودند این طراح حمله بود به اشرف در هفت هفته مرداد که علاوه بر اینکه به خیال خودش به مجاهدین ضربه بزنه جلو فعالیت مجاهدین رو بگیره و مجاهدین سرگرم مسائل داخلی خودشون بشن در جریان ده شهریورم که اصلا فرمانده کامل این بود و تمام موضوعهایی که به برادران و خواهران ما رو در اونجا چیز کردن و به شهادت رسوندن این بود و بعدش هم رفت در مجلس خبرگان تحت عنوان این عملیات جنایت کارانه رو بزرگتر از بزرگتر از فروغ جاویدان نامید که رژیمش میگه مرساد این در تمام این صحنه ها در بمباران لیبرتی همه اینها فرماندهش این بوده در قیام اخیرم قیام اخیر به خودش گرفتار عراق شده بود و پشت صحنه باز فعالیت میکرد ولی اساس سرکوب مردم عراق سرکوب مردم عراق و اینکه عراق از دست رژیم داشت خارج میشد ولی اینکه همچین سابقه طولانی در این قسمت ها داره باید. که در همین زمینه بسیار جنایت کاره از نظر به این نرمالی هم, هم توضیح میدیم بله حالا این در واقع سرکرده نیروی تروریستی قدس بود اگه ممکنه کمی هم در رابطه با این نیروی تروریستی قدس توضیح بدین که از چه سالی تشکیل شد چه مسئولیت هایی داشت چه عمل کردی داشت در این سالی ها ببینید رژیم خمینی که روی کار آمد از همان ابتدا روی دو پایه بنا شد یکی سرکوب یکی تروریسم منو در از همان سال 58 اینا ترورهاشون در خارج شروع کردن یک معاونت نظام، یک معاونت اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل داد که این معاونت کار اصلیش تروریسم بود با جنگ زدم شروع جنگ ضد مهنی عراق و اینکه سپاه به عراق بیشتر بره این دو قسمتش رو تقریبا جدا کرد از خودش که قسمت سرکوب بود چون در دهه سال های هستم خاطرتون باشه بیشترین کسانی که در صحنه علیه مجاهدین اینکه سپاه پاسداران بود که اون معاونت داخلیش بود که اونو به وزارت اطلاعات داد ولی یک معاونت دیگر که معاونت تروریستیش بود و همچنان نگه داشت این معاونت بود که گروگانگیری در لبنان شروع کرد معاملات سری روگانگیره اینها پیش می بردن هواپیما روبایی با اینها بود و بعد اینم به دوتا قرارگاه تبدیل شد یکی قرارگاه بلال یکی قرارگاه رمضان. قرارگاه رمضان برای عملیات تروریستی تو عراق بود ولی قرارگاه بلال و که چندین پایگاه و قرارگاه انصار و اینها هم داشت برای عملیات در اروپا و کشورهای منطقه بود که این قسمت تمام این ترورها رو پیش می برد که فرماندهش از همان ابتدا سرتیب پاسدار جنایتکار احمد وحیدی بود تا سال 79 69 در سال 69 که خامنه ای رو کار آمد اینا آمدن به این ارگان تروریستی یک به عنوان یک نیرو معرفی کردن یعنی مستقل. مستقل شما اگه دقت کنی در هر ارگان نظامی سه تا نیرو داریم زمینی هوایی دریایی ولی اینا آمدن علاوه بر این ستا دو تا نیروی اضافه کردن یکی نیروی بسیج بود یکی هم نیروی قدس بود قدس. که نیروی قدس برای دخالت و تروریست در خارج بود و نیروی زرد سرکوب داخل بود بعد به دنبال این در سال 76 خاتمی رو کار آمد و تغییراتی ناشار شدن بدن و احمد وحیدی به کار دیگری برداخت و این از سال 76 ه... فرمانده سپاه قدس بود و 22 سال تا مرگش فرماندهی سپاه قدس داشت یکی از مهمترین کارهایی که این کرد رابطه فعال کردن رابطش با افغانستان بود رابطه با بن لادن داشتن و در چنان که یه سری از افرادی هم که در 2001 برج های آمریکا رو منفجر کردن در همون حادثه اون موقع اینها تو ایران آمد و رفت داشتن و زیر نظر سلیمانی بودن در سال 78 این دو تا عملیات بزرگ در آفریقا در سفارت های آمریکا انجام شد یکی کنیا بود در این این هم اولین عملیات بزرگی بود که قاسم سلیمانی در خارج اینو راه انداخت و بعدیش هم که همین عملیات 2001 در نیویورک بود که این هم باز این درش نقش بسیار بالایی داشت با خاطر اینه که میگه چهره بین المللی بله، چهره بین المللی یعنی واقعا تروریست بین یعنی شما اگه بخواید مقایسه کنید این چند سر گردن هم از بن لادن بالاتره هم از ابوبکر بغدادی بره. چون اونا ابوبکر بغدادی که کاملا خود این ساخت حالا القاده چیز بود بن لادن بود آمد با این رابطه برقرار کرد ولی اون کاملا نوچه و ساخته این بود که این با شروع اعتلاف و جنگ عراق یعنی بعد از سپتام این آمد دست گرفت که کل عراق رو در اختیار خودش قرار بده و همزمان با جنگ اعتلاف این آمد نیروهای خودش یکی پس از دیگری وارد صحنه کرد و از همان ابتدا این آمد داعش رو تحت عنوان داعش هست جمهوری اسلامی عراق و نایم. سوریه ولی این چیز کرد اون وقت سوریه نبود ولی راجع به عراق درست کرد ابو مسیب در قاوی و به ریاستش قرار داد و با این جنایت ها علیه فلوجه در فلوجه در الانبار همه اینها رو این کاملا پیش برد بعدش تمام ترورهای دیگری که در این سالیان انجام شد من جمله برج های خبر من جمله عملیات که در آمریکا میخواست انجام بشه که سفیر عربستان بزنن همه اینها تحت فرماندهی مستقیم قاسم سلیمانی و طراحی قاسم سلیمانی بود و بعدش هم دیگه سوریه و لبنان و همه اینها رو این تا اینجا پیش برده علاوه بر این کار مهم دیگری که این قاسم سلیمانی با همین سیستمش راه انداخت مسئله پولشویی بود و این مسئله دور زدن مالی و پولشویی و درآوردن مخارج سنگین این دستگاه تروریستی و این به وقت داشت که در همین رابطه یکی از بزرگترین قاشاخشیان مواد مخدره را مخدرم زیر دست این بود به طوری که خیلی الان از درآمدهای های حتی حزب الله به خاطر تریت های قاشاقی که این سیستم های قاشاقی که را انداخته و خیلی از بوچی های قدس هم با همین قصه چیز میکنه یعنی یک آدم تمام ایار در جریان جنایت مستمر ساخته چپاول شد چباول و جنایت و ترور و همه اینها نقش داشته و در این پروسر هم ساخته شده و جا افتاده حالا به نظر شما پیامت های حضب پاسدار قاسم سلیمانی در رژیم چه خواهد؟ بود؟ ببین همین که توضیح دادم قاسم سلیمانی یک فرد بی جانشینه چرا بی جانشینه؟ اینکه این که این در یک پروسی طولانی جنایت ساخته شده, ب... ساخته شده و روابطش پرداخته شده یعنی الان هر کسی جای قاسم سلیمانی بیاد و قرار بگیره نمیتونه این مزدورای عراقی رو با هم به وحدت برسونه نمیتونه مسائل سوریه رو حل کنه نمیتونه حزب الله رو حل کنه نمیتونه چون یک مقدار از اینها در روابطی که این با ایشان ساخته ایجاد شدن مثلا همه این موضوع را همه تحت فرمانده این بودن در اون سالهایی که این فرمانده لشکر سارالله بوده بعدش هم اونها آمدن در فروغ هم اونها رو بعد آورده تو دولت, آل... دولت... آل... دولت عراق و اینا رو ساک... صاف... چیز کرده و بنابراین اینا همه هر کدام به نحوی خودشون نفر این میدونن و حالا این وقتی که این برداشته میشه اونا دیگه زیر بار همدیگه نمیرن مثلا این که این بتونه مثلا هادی آمری و کنار مثلا مقتداست یه جا قرار بده این اصلا امکان پذیر نیست کسی دیگه بتونه این کار بکنه بنابراین این از این جهت یک ضربه جبران ناپذیری که خورده یعنی جزی. رژیم خورده که این بدون جایگزینه جا یعنی ممکنه اسماعیل قانونی اسماعیل قانونی هم یکی از اون پاستارهای که از اول جنگ آمده تو چی؟ تو جنگ زده میهنی بوده از سال همین از هم که سپاه قدس تشکیل اون در سپاه قدس و الان سالیان طولانی هم هست که جانشین قاسم سلیمانی بوده ولی با وجود این این به هیچ وجه نمیتونه حتی ده درصد راندمان قاسم سلیمانی رو این نظام داشته باشه به طوری که خامنی هم در پیامی که بری منفوب کردن این داد از همه نیروها خواست که آقا با این همکاری کنی چون بقیه زیر حرفش نمیره میگن ما را همسط اینیم مثل اینیم فران بعد این نمیتونه ای چیز کنه اون کجا برسه که این بخواد مثلا با آم امنیت مثلا سوریه به تواقع برسه اونها رو زیر چیز خودش داشته باشه و این خودش مسئله به هیچ, و هیچ ساده و جایی بزیر نیست بحرانی میشه برای بحرانی میشه بویژه اینکه شرایط هم تغییر کرده یعنی قاسم سلیمانی در شرایطی به هلاکت رسید که در واقع در روی زمین هم شکست جانانه ای خورده بود چون تمام این دستگاه تروریست و بنیادگرایی این چیده شده بود روی به اسم اصطلاح اسلام خامنه ای و به ویژه شیعه سوار شده بود همه قدرت نمایش این بود که آقا شیعه همه جا با ما هستند و نم در جریان قیام مردم عراق ای این که در جریان مردم قرار بس همچنین در لبنان این با شکست مواجه شده و این بزرگترین دردی بود که در همین روزا خود قاسم سلیمانی هم توش مونده بود حالا وقتی قاسم سلیمانی هم میره اینها دیگه به این سادگی بهر به نمیگرده و بنابراین اینجا یک ضربه کلان استراتژی خامنه خورده بله خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون خیلی لطف کردیم بینندگان عزیز گفتگویی داشتیم با برادر مجاهد هادی روشن روان در رابطه با حلاکت پاسدار قاسم سلیمانی و پیامت های اون با ادامه ویژه برنامه قیام ایران همراه باشید